دوزخی گذشت. تو میدونی داشتن از دست دادن یعنی چی؟ بیشتر از اون که بتونی فکرشو بکنی. تو تا به حال عاشق شدی؟ شما مگه احساسی داری؟ اینو باید بدونی که این پرونده برای من فقط یه پرونده نیست، همه یه زندگی منه، همه یه زندگی. نفس من به تو اون چیزای لعنتی بسته است. فقط دارم توی باطلاق فرو میرم. چرا؟ چون عاشق مردی شدم که داری میره بالای دار. اگه قرار باشه حامل به خاطر کاری که نکرده سرش بره بالای دار، من هیچ عبایی ندارم یه ماشینم یه شب تاریک بیاد منو زیر ببینه. تو کجای زندگی من گم شده بودی؟ زنده بیجت توی نتیشی که من بودم، توی نسیم خونک. وقتی به چشمای بیگناه حامد نگاه میکنم، من مطمئنم تو تالا عاشق نشدی لعنتی. ببین بهار، این اتفاقی که واسه چیز سازه تا رو افتاده قرار نیست واسه تو بیفته. این حامده رو خیلی باید حواشی داشته باشیم. چطور؟ اونا خیلی از دختری رو که من مطمئن میکنم میشناسن. میدونستم ماجرای من و تو عاقبت خوبی نداره. الان فقط میمونه اون راهی که قراره با هم شروع بکنیم. فکر میکردم تا حالا شروع کردی؟ من رو تو برنامه ریزی زیادی کردم. تو یه جنمی هست که تو بقیه این دخترها نیست. ویدا شروع کرده. به نظرش میشه چیستا رو وارد گروه کرد. واسه من مأمور آورده و میخواد به هر بهونه‌ای که شده همه کاسه‌کوزه‌ها رو سر من بشکونه تا بتونه اون پسرای مطربو از تو آلوفتونی بکشه بیرون. داداش بس که دوزاریت نیفتاد، مسیرت با مسیر خانم یکی نیست. بچه اینجایی؟ خودت بچه ای کجایی؟ همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی. دروغه. چجوری دلت میومد منو این جوری ببینی؟ با ستاره ها چه نزدیک منو تو دروغه. دیشب یکی از شروره زندان که قبلا سابقه درگیری با هم داشتن، فرزاد جهان‌آرایی رو به قتل رسوند. ایلونم چه میخوای بگی؟ تو اومده اینجا ساکت نشستی، یه جوری های حالی میکنی، آسمون رو به زمین دوختی، ولی ناخافت درزش شکافتی. همیشه اولین راهی که به ذهنت میرسه بهترین راه نیست. این بازی شبل نمی کنه.
من اونو بهتر از تو میشناسم. ای بابا خب تو دادگاه سب کن حداقل. دادگاه قپیه. بعدشم تو ضمانت میکنی من تو اون دادگاه برندم؟ بله. بله. حداقل شانسمونو که میتونیم امتحان کنیم. اگه نشد وقت واسه این کارا هست. وقتشو دارم، جونشو ندارم. دیگه بسه. نمردیم و چای تلخ خونه شما رو هم خوردیم. بهتره حاشیه نریم، بریم سر اصل مطلب. چقدر؟ چی چقدر؟ چقدر بابت پرنده نویسم؟ چی؟ یعنی چی؟ تو میخوای دخترمو از من بخری؟ یعنی من دخترمو به تو بفروشم؟ ببین تو زندگیت به هر چی که میخوای رسیدی. من هیچ چی ندارم، من حتی خودم هم دیگه ندارم، پس با بده. دست بردار کیوان، بگو چقدر بنویسم. نه خانوم، اینجوریام نیست. این یه قلمو دیگه نیستم. ببین کیوان، تو خودت خوب میدونی که تو زندگی با من چه کردی. الانم میدونی که دوره برامو یه گندی گرفته که داره خفم میکنه. پس منو سر لجنه انداز. برای یه بارم که شده بیا مثل دوتا آدمیزاد یه مسئله رو حل کنیم. باشه؟ نه خیر، نباشه. اکی تا حالا پول و دست چک و خرید و فروش دخترت شده کار آدمیزادی؟ ها؟ بله. سلام. سلام. بفرمایید. برای تفتیش منزل اومدی؟ تفتیش؟ بله. حکم هست خدمتتون. بینم حکم. ویدا چی شده؟ بچه ها شروع کنید. چی رو شروع کنی؟ مگه من چی کار کردم که ریختین تو خونه من؟ چیه؟ آزان کشی کردی واسه من؟ تو بیا برو، بعدم با تماس میگیرم. بابا بایست ببینیم اینجا چه خبره. ایشون کی هستن؟ ایشون همسر خواهر من هستن. باریکلا، قوپام هم که برگردوندیم. ببین کیوان، این قضیه اصلا هیچ ربطی به تو نداره. بیا برو. اگه ربطی به من نداره، خب بگو پرند بیاد پایین من بره. پرند بالا خوابه. خب برو بیدارش کن. ای آقا، کجا میری داش؟ وایسید آقا. سرکا. آقا اجازه بدید. این کن بابا. آقا با شما هستم. کی به شما اجازه داد بیایی تو اتاق؟ کیوان دیوونه شدی؟ آقا دارم خونزردی خودتونه. آقا جو من خونزردم. اجازه بدید ما کارمون انجام بدیم. کارتو انجام بده. به من شما بگذاری آقا. بابا اومده تو خونه یه زن من. بابا اینجا خونه یه زن منه. میفهمی؟ لازمه بهتون بدون اجازه اومده تو خونه. گوش کن آقا، لازمه به یادآوری بکنم بابا حکم قضا اینجا هستیم. بسه جره کوزه آب شما بابا. نمیدونم چی بگم. همه هیکلم، همه وجودم شده شرم. کاش داغی این شرم آبم میکرد و از جلوی چشات میرفتم زیر گل. خودخوری نکن پسر، اون آدم موندن نبود. حالا اون بی صفت وسیله شد. حیف شد این جوان. زندون رحم نداره، یکی با انتظار میکشه،
یکم با بی فردایی. کاش آدم بدونه فردا تموم میشه، نه اینکه از شکنجه بی فردایی روزی صد مرتبه بمیره. این روزا یه امیدی تو چشاش امیدو بازی میکرد، نفسشو گرفته بودن. نمیدونی که وقتی همه آرزوهاتو از دست دادی دیگه برات مهم نیست که چجوری هلاک بشی. هیچ وقت باور نکردم که دستش به خون قرمز شده بود. خسته بود، خسته، خسته. زخمی که اون نامرد زد پیش اون زخمی که تو دلش داشت هیچی نبود. اونم نمیزد، زخم دل از پا مینداختش. کاش بودم. هرچی بخواد بشه میشه. روح فرزاد کفاف این در و دیوار رو نمیداد. خلاص شد از این برزخ لعنتی. باید جمع کنم نه؟ باید جمع کنی. نمیدونم چرا، اما دلم راست نمیاد که بیام. ولی یه وظیفه است. شما از لطف دریغ نداشتی. حکم دادگاه میگه که قاتلی، ولی دلم کجا میبریدش؟ فرمایی خواهش میکنم. شما سهرنگ سلام. سلام. گفتم حل نمیشه. چرا دیگه اینقدر خواهش تمنو کردم آشنا ترشیدم که بالاخره حل شد. من نمیدونستم خوارزن وکیل داشتن اینقدر حال میده به آدم جان تو. یک اردولون بردولونی میکرد این تیمسارا، انگار رسوسی وکیله. برای چی این کارو کردی؟ مگه نگفتم دخالت نکن؟ یواش، خواهش میکنم، نگاه کن این ما خوابیده. دلت میاد بپرونیش دوباره؟ باشه خالد جون، قربونت برم. باشه برمت بالا بزنم. باشه مامان جان. باشه سگ. یوشه بابا. تو یه دست به سر و گوشه اینجا بکشی بد نیست. دست و دلم به کار نمیره. الان دست و دلت به کار نمیره؟ یادته یه دونه خونه داشتیم، این خونه وقفی ها تو کوچه دردار تای کوچه بن‌بسته. یادته بلقیس خانم بود میومد به سر میزد بیرون دیگه نمیرفت. تو اون اوضاع و احوال دست و دلت به کار میرفت، وقت الان که هزار ماشالله داری نمیره به کار دستلت؟ آره، با چرخ دستی مادر خدا بیامرزم جون میکندم دوزار دش نون بیارم تو سفرت. منم همیشه میگفتم خدا خیرت بده. اصلا ول کن، حرف گذشته رو شروع نکن، قربونت. بد کردی کیوان، خیلی بد کردی. امروز برای یه لحظه احساس کردم مرد خونه ای. یه امروز برای یه لحظه اونم احساس کردی مرد خونم فقط؟ تو همه این سالها که باهات زندگی کردم، با بدبختی، با دست به دهنی، با سرفکندگی، همیشه خجالت زده در همسایه بودم. تو هیچی برای من نذاشتی. حالم که واسطادی پرنده ازم بگیری. چوب نزن دیگه، چوب نزن. تو نمیدونی من چقدر شرمنده این پرنگ و پرندم که. پس من چی؟ شرمنده من نیستی؟ که جای خود داره بابا. اذیتت که نکردن دیگه.
میدونی من عادت دارم به این آجانا. راستی این جریان چیه میگن؟ این چیه این قضایی که میگن؟ پاما کشیدن تو جریان یه دختری که کشته شده. ها؟ نکنه میگن دو قاتلی؟ هنوز نه، ولی نمیدونم چی میشه. یعنی ممکنه که؟ ببینم من چی کار میتونم بکنم این وسط وسط؟ چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بهم نمیادن این حرفو بزنم؟ راستش نه، ولی بهم چسبید. گرسنت نیست؟ من که شما جان بخور نیستم، خودت هم میدونی. پاشو بریم تو یه چیزی بهت بدم بخوری. اگه قرار باشه من هر دختر جوانی رو استخدام کنم و هر دفعه 200 بشینم تا به این خانم بفهمونم که تو این مزون هر کس باید سرش به کار خودش باشه و هیچ کس جای یکی دیگر رو تنگ نمی کنه، واقعا نه حوصله‌شو دارم نه وقتشو. شبنم، اگه فکر میکنی نمیتونی اینطوری ادامه بدی، هر چه زودتر از این مزون بری بهتره. از روز اولی که این مزون رو راه انداختین چیستا اومد؟ بعدش هم سر و کله ستاره پیدا شد که من اصلا نمیدونم اونو واسه چی به عنوان یه مدل انتخاب کردین. بعدش هم پگاه، حالا هم سرکله این یکی دختره پیدا شده، بهار رو میگه. بهار فقط قراره تو بخش طراحی لباس به ما کمک کنه. من تا الان 100 تا طرح براتون زدم ولی شما حتی حاضر نشدین یه نگاه بهش بندازین. ببخشید من فکر میکنم شما با من مشکل شخصی دارین. چرا تو فکر میکنی همه با تو مشکل شخصی دارن؟ پس اگه این نیست چیه؟ ببین شبنم، تو بالاخره باید یه روزی بتونی. خانم صحت؟ بله خودم هستم، امرتون. شما بازداشتید. ببخشید برای چی؟ به اتهام قتل چیستا یا همون رعنا مهربان. چرا؟ طوری نیست، بیشتر از یه ساعت معطل نشدم. کار خودتو کردی نه؟ قویاً عرض کنم خدمتون خانم، بنده دقیقاً هیچ کاری نکرد. شیوا میگفت وقتی عشق تبدیل به تنفر بشه هیچ کاری بعید نیست. بله، هرچی شما بگید من مستحقش هستم. قطعاً همینطوره، ولی من هیچ ربطی به این ماجرا ندارم. این بازیه که تو با من شروع کردی، ولی اینو بدون. میدونین من بیشتر از هر چیزی به فکر اون جوانی هستم که همه چیز خودشو فدا کرد، آخر سرم جونشو داد ولی نفهمید چرا. من ربط خودمو به این قصه نمیفهمم. بالاخره میفهمید خانم سعد. اتاق باز شد. قطعاً قتل؟ فعلا بازداشت بمونه تا بازجویی انجام بشه. پس دیگه مظنون نیست، متهمه. دستور بازجویی فنی دادن، تا فردا معلوم میشه. یه چیزی میگم گوشه ذهنت باشه، برای خاطر اون قدیما من فرزاد رو زیاد نمیشناختم، برات وکیل تسخیری و باقی قضایا، ولی هر کس با یه جا عقلش میفهمید که اون قاتل نیست. حالا من که تو این قضیه من نیستم، حقا نذار خون فرزاد پامال بشه. اگر تو هم نمیگفتی مطمئن باش من همین راهو میرفتم.
ببینم در مورد خانم صحت چی فکر میکنی. به هر حال قاتل نیست، بازیش بازی ما نیست، بازی خودشه. سلام. سلام، ببخشید خدمتتون میرسم. سلام. تو چرا باید تو همه بدبختی های من باشی؟ اسمشو میتونی بذاری جبر. اسمشو هرچی دلت میخواد بذار، من دوست ندارم ببینمت. باشه. آدم های پس فطرت بیخاصیت به ششمت. بیخاصیت نه، خائن. خائن. اما من کاری نکردم که. ببین بس کن، چرا نمیکشی کنار؟ حالمو دیگه داری به هم میزنی. این از پرونده حامد، این از بعض زندگی من. بس دیگه، دیدنت داره عذابم میده، میفهمی؟ ببخشید، من صحت هستم. بله، میشناسم شما رو. فکر میکردم با توجه به اینکه شما وکیل خانواده رعنا مهربان یا چیستا هستید، کمک بیشتری در جریان پرونده به ما میکنید. درسته، ولی خب من یکم من کاملا شما رو درک میکنم. خواهر شما مظنون هستن به این قتل و قطعا شما میدونید که تا مراحل اولیه این پرونده طی نشه من نمیتونم اطلاعات بیشتری به شما بدم، علل خصوص که شما وکیل ایشون هم نیستید. بله، ولی خب من به هر حال خواهر ایشون هستم، میخواستم. ما جریان بازجویی رو انجام میدیم، پرونده رو تکمیل میکنیم و به بازپرس تحویل میدیم. بنابراین من کمک بیشتری نمیتونم به شما بکنم. خب فکر میکنین چی میشه؟ شما قانون رو بهتر از من بلدین. بله، در واقع سوال اصلی من اینه که اگر با بازپرس پرونده صحبت بکنیم این امکان وجود داره که مثلا قرار عوض بشه، یعنی با یه وثیقه چیزی؟ من نمیدونم، ولی اگرم بشه احتمالاً با یه وثیقه خیلی سنگین. خیلی ممنون. نگران نباش، با افسر پرونده‌ات صحبت کردم. احتمال این که قرار بازداشت تبدیل به قرار وثیقه بشه خیلی زیاده. فقط بگو سند خونه و مزون کجاست. رونا حساب نکن. چرا؟ به هر حال رونا اصلا حساب نکن. بله خانم صحت.
سلام، بفرمایید. خانم سرحد، حکم اعدام حامد نصر جمعه صبح اجرا میشه. شما به عنوان وکیل پرونده ایشون باید رسید فرد پرونده اونجا میشید. شیوا نگران چیزی نباشی، گفتنش راحته. میدونم من حرف علکی نمیزنم، میفهمی؟ کافیه یکم صبر داشته باشی، همین. بعدا خودت میبینی چقدر راحت این پرونده برات بسته میشه. خب بیشتر از ماجرای خودم نگران این دخترم. روزی 100 بار جون به سر میشه، دیگه تاب توانش رو از دست داده، داره ذره ذره آب میشه. اینقدر همه چیز داره سریع پیش میره که اصلا نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. فریب لحظه ها رو نخور خانم ویدا خانم، همه چیز هم همجوری اتفاقی نبوده. مثلا شاید مقدر بوده شما دوروبرت اونقدر شلوغ بشه که حواست پرت این چیزا بشه، نه؟ مثلا واسه چی؟ واسه چی؟ واسه اینکه ما این دختره رو خیلی دست کم گرفتیم. یعنی همه این ماجرا؟ نه نه، همش نه، یه مقدار زیادی زیر سر اوناست. این پرونده یه عجیبه چیست هم اینقدر؟ اون یه جورایی برام تو قباره، خودم هم نمیتونم درست ببینم، ولی بهت قول میدم حل میشه، دلت قرص باشه. ماشین، خونه، مزون، همه چیم توقیف این ماجراست. پول چه ارزشی داره ویدا؟ به هدف فکر کن. این هدف تو هم هنوز برای من تو قباره. تو نگات به من باشه، منم اونوریم که قباره. روشنم یا نه؟ تو برای من مثل خورشیدی، چشمم به توه، منم نگام به توه. هر کی دیگه بود تا حالا بریده بود، از تو انرژی میگیرم. تو هم همه ی انگیزه منی. همه این ماجراهایی که برای من اتفاق افتاد میتونست من از پا در بیاره، ولی تو همه این روزا احساس میکردم پشتم یک کوه. جان خدا کنه بتونم برات یک کوه باشم. هستی. یه چند وقت نیستم، یه سری کار دارم که باید انجام بدم، نمیدونم کی برمیگردم. خودم به وقتش میام سراغت. اوکی. نگران توقیف و این چیزا هم نباش. وقتی تو بهم بگی نگران هیچی نیستم، الان فقط نگران شیوام. خدافظ. سلامت.
بعید میدونم این کوچه باقی که ما داریم میریم ته داشته باشه. بی خود گر نیا، ما وسط لحافی. بالاخره میچاییم. گیرم این نسناس هم اومد، پوله را یخ کرد، بعدش. بعدش میریم رد کارو. این ضعیفه ریخت و قیافمون دیده. خره دعوای اینا بر این حرفاست، پلیس پاس کس نمیشه. این مصیبت روی خون میده. تو بذاری پوله را پسافه. میگم خدا کنه آخرش اونه بشه که تو میگی. بزن بابا. نگفت چه شکلیه؟ نه من میگم دومه. خفه بابا، کیانوش دمانتش کرده. آخه که واسه یه مش کاغذ که من نمیدونم واسه چی خوبه، 10 میلیون میسلفه. تو پنج تو بگی، چه کار با این و اون داری؟ بده من با خودت خفه کردی. نمیدونیم چه شکلی هم هست. سر تو یه نمونه بگیری بالا میفهمی چه شکلی. سلام علیکم. از طرف شمایی؟ چیزی که بهشم کو لالنگ منه. اول پول ببینم، یعنی من نباس میبینم بابا تو چی دارم این همه پول میدم. هیچیش کم نیست. آره گمونم راست میگی. پس پولو رد کن بیاد 10 چوب. ماری گرفتی دایی؟ نه چه ای؟ 15 سال. چی؟ اون دو تا رفیقه برو میبینی؟ اون طرف؟ خب حبس آدم ربایی واسه تون 15 ساله، تازه اگه دادگاه خیلی بهتون مال بده. یعنی هرکی سیبیل داره بابا تاره. دوتا پیرن سبز و دوتا شلوار یشمی واسه ماش آجان. خیلی خوب، پس اگه اجازه بدی بگم میام کاپشنشون رو در بیارم بفهمی کیم. بشین حالا، چرا به در میخوره؟ بشین. خیلی بیمرامی. خوب گوش کن ببین چی میگم. قرار این بوده که من شما دوتا رو نشون کنم، اونا بیان بگیرنتون. حالا چی؟ من میرم بیرون اون دوتا رو سرگرمشون میکنم و شما فلنگتون رو ببندی که دیگه نگه اینقدر بیمرامی. اگرم نه که قبوله. قبول دیگه، خود دانی. امشب شبشه. فردا وقت ما بوده.
امشب شب جهد و تلاشه، شب اول چله بشینی. هیچ وقت نفهمیدم تسلیم یعنی چی. نمیدونم خدا میخواد چی رو به من یاد بده. شاید توکل. شدم تسلیم. من تسلیمم. تسلیم تسلیم. باشه. اینجور چیزا بدون کلید فایده نداره. من کلید؟ قبول. باش. پس منت بذار برو تو لطفا. بفرمید. خواهش میکنم. ممنونم. به چشم کار بهش نگاه نکن. یه امتحان کوچولوه. با این امتحان سرای بی حساب. با اینا همه چی درست میشه. خب همه چیز رو همه کس رو میتونن درست کنن، اما توی این عکس ها، توی این ورق ها، توی این فیلم ها یه چیزی هست که منو به هم میریزه. به هر حال تو باید ریز به ریزش رو به هم بگی تا من فردا بتونم دادستان رو قانع کنم که رأی باید شکسته بشه. اینا هر کسی رو قانع میکنن. بابا حامد قاتل نیست، براش پاپوش دوختن. اون نمیدونسته چون اون موقع اونجا نبوده. من فیلمشو پیدا کردم. فیلم؟ فیلم که به تنهایی جوابگو نیست. دیگه چطوری میتونی ثابت کنی که اون موقع اونجا نبوده؟ چون موقع با من بوده. خب اگر این اسنادو بشه درست سرهم کرد میشه فردا حامدو از پای شوبیدار نجات داد، اما نه برای همیشه. هر کاری بگی میکنم. خیلی خوب شروع کنم.
نگران نباش، آروم باش، قضا تو بردن. دکترم اومده معاینت کنه. ساعت چنده؟ نزدیکای ظهره. من یه خواهش کوچیک دارم، نمیدونم شاید هم خواهش بزرگیه، میخوام یه تلفن بزنم، خواهش میکنم. دنبالش میگردید اینه. عجله خانم وکیل، دیر شد. چرا دست از بکنی؟ این مردی که قاتل خواهر، قاتل خواهرزادمه، هر روزم یه بامون در میاد. حکم بده دیگه، خواهرم رو داشته قاضی. تو رو به حضرت عباس ندار، خونش مای بمشه. این پرونده برای من فقط یه پرونده نیست، همه یه زندگی منه، همه یه زندگی. اگه قرار باشه حامد به خاطر کاری که نکرده سرش بره بالای دار، من هیچ ابایی ندارم یه ماشینم یه شب تاریک بیاد منو زیر بگیره. من تا تهش میرم، فهمی؟ اینو به اونایی که راپورت منو بهشون میدی و بگو، همونایی که تو رو خریدن. خدافظ. خیالت حالیم نیست، مثل مرغ سرکنده میای اینجا بالا و پایین میپری تا یه سوراخی تو حرفم پیدا کنی، تا شاید بهونه بشه برای زبری تناب که گردنمو ناز نکنه. جونمو گذاشتم کف دستت، سفت گرفتمش. خیالت راحت. نخوردی که؟ اشتها ندارم. اینجوری خودتو نابود میکنی. سختی زندگی یه وقتایی اینقدر به هم پیچ و تاب میخوره که گمون میکنیم اسمش بدبختیه. بهرنگ راست میگفت، حامد یه وکیل واقعی میخواست. این روزا خودم حرماتیش رو تو صورتم حس میکنم. همه چی اونقدر به هم گره خورده که نمیفهمم من کجام، تو کجایی. این روزا تو جز جز یه داغ و سر سینت خوب حس میکنی، منم پامگیره و هزار تا حرف و پچ پچی که نمیدونم سرش کجاست و آخرش به کجا ختم میشه. من حالم خوب نیست، میخوام الان یه قرص بخورم بخوابم، شاید یکم درد کاشمش خواب باشه.
خب شما چیزی بهت فروش قبو بارونی رو میترسم سر بزن خاله ازش حرف میزنی؟ پر پرواز من عاشق میخوای منو ادام کنی؟ بکن بکن راه نفسم رو ببن دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تا میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم تو این بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ شده این حس تقدیرم چه دلگیرم خداحافظ دیگه دیره دارم میرم چقدر این لحظه ها سخت جدایی از تو کابوسه شبیه مرگ بی وقته دارم تو ساحل چشمات دیگه آهسته گم میشم برام جایی تو دنیا نیست تو اوج قصه گم میشم دیره واسه موندن دارم از پیش تا میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم تو این بارون تنهایی
دارم میرم خداحافظ شده این حس تقدیرم چه دلگیرم خداحافظ دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم تو این بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ شده این قصه تقدیرم چه دلگیرم خداحافظ دیگه دیره دارم میرم چقدر این لحظه ها سخت جدایی از تو کابوس شبیه مرگ بی وقته دارم تو ساحل چشمات دیگه آهسته گم میشم برام جایی تو دنیا نیست تو اوج قصه گم میشم